عرض سلام و ادب، رضا مهدویان هستم و میخوام آموزش ساخت انیمیشن تبدیل تدریجی تصاویر یکدیگر رو توسط نرم افزار فانتامورف بهتون آموزش بدم. توجه داشته باشین که برای نصب نرم افزار شما به آخر مقاله مراجعه میکنیم و فایل دانلودی رو از اینجا دانلود میکنیم. پس از اینکه نرم افزار رو دانلود کردیم روی کامپیوتر خودمون اکسترکت میکنیم. توجه داشته باشین که همراه فایل نصب یک فایل کیجن برنامه هست که خدمتون که عرض شد برای اینکه بتونه نرم افزار ازش استفاده بکنیم باید این کیجن رو نصب بکنیم. اما قبل از اینکه بخواید از این کیجن استفاده بکنیم باید شما نرم افزارتون رو یعنی به قول معروف توسط آنتی ویروستون غیر فعال بکنید تا بتونید فایل کیجن استفاده بکنید، چون آنتی ویروستون این فایل رو می‌بینید که به عنوان مالور شناخت این فایل رو و اونو پاک کرد. پس اینو پاک می‌کنیم از قسمت سرچ سیستممون عبارت دفندر رو سرچ میکنیم و ویندوز دفندرمون رو که همون آنتی ویروسمون هست میکنیم که الان به صورت آن هست قسمت ستینگ مراجعه کرده و اونو غیر فعال میکنیم. میبینیم که خاموش شد. مجددا فایل رو اکسترکت میکنیم و وارد نرم افزار میشیم برای مراحل نصب. روی فایل دابل کلیک کرده و گزینه Yes I accept رو میزنیم. Next مسیر پیشفرض رو دستش نمیزه و در همین صورت اونو نصب میکنیم. دیگه گزینه کلید دسکتاپ شورتکات رو میزنیم تا یه شورتکاتی از آیکون برنامه داخل دسکتاپمون گذاشته بشه. برای Next کلیک میکنیم و برنامه رو نصب میکنیم. دیگه گزینه ویزیت ویدیو توتوریال رو برمیداریم و برنامه رو فینیش میکنیم. اینجا زبان مورد نظرمون که همون انگلیسی هست رو انتخاب میکنیم. به صورت پیشفرض به مرحله بعدی میریم، باز مجددا فینیش رو میزنیم و اینجا برنامه از ما میخواد که برنامه رو رجیستر کنیم. فایل کیجنمون رو باز میکنیم و روی دکمه جنریت کلیک میکنیم. شماره سریال درست شده رو کپی میکنیم و برنامه رو اجرا میکنیم و بر روی دکمه رجیستر سریال رو وارد میکنیم. یوزرنیم هم حالا هر چیزی دوست داشتیم، مثلا من چاتیز رو وارد میکنم، کمپانی مثلا چاتیز، و بر روی اوکی کلیک میکنیم که میگه رجیستریشن ساکسسفول. اوکی رو میزنیم و برنامه باز میشه. خب اینجا اولین پروژه خودمون رو ایجاد میکنیم. گزینه کرییت نیو پروژکت رو انتخاب کرده و بر روی نکس کلیک میکنیم. اینجا میبینیم که چهار گزینه ما داریم: مورف و سیکونس مورف و لایر مورف، که ما برای تبدیل دو عکس، یعنی از عکس اول به عکس دوم تغییر میکنه. اگه گزینه ورپ رو انتخاب کنیم برای حالت پیچیدگی و قاب، فرض کنیم مثلا شما یه عکسی دارین که میخواین دهانش رو، عکس ثابتی دارین میخواین دهانش رو باز و بسته کنیم، باید از این گزینه استفاده بکنیم. و اگه شما چند تا عکس داشته باشین که میخواین، فرض کنیم شما عکسای مختلف از سنین مختلف خودتون 4 سالگی 10 سالگی سنین بالا داره میخواین، اینا رو به صورت تبدیل دونه به دونه اینا رو انجام بدین، باید این گزینه رو انتخاب بکنین و لایر مورف هم که به صورت لایه‌ای اونا رو انجام میده.
ما به صورت پیشفرض رو گزینه موو کلیک میکنیم و دکمه نکست رو میزنیم. تو این پنجره ما باید عکس های خودمون رو به نرم افزار معرفی کنیم که توسط دکمه سه نقطه عکس اول خودمون رو و سه نقطه پایین عکس دوم خودمون رو به نرم افزار معرفی میکنیم. به دسکتاپ مراجعه میکنیم، وارد پوشه پیکچر خودمون میشیم، عکس اول رو عکس گرل هست و عکس دوم هم یه عکس ببری هست که اینو وارد برنامه میکنیم. روی دکمه نکس کلیک میکنیم. اینجا اگه شما بخواید روی عکس کراپی انجام بدیم، تغییرات اعمال بکنیم، میتونین از این گزینه ها استفاده بکنیم. ما بدون که بخوایم تغییراتی داخل عکس ایجاد بکنیم برای دکمه نکس کلیک میکنیم. اینجا شما میتونین فریم خروجی فایلتون رو که حالا میتونین شما رو 30 فریم در ثانیه در نظر بگیریم یا میتونین شما رو 15 فریم در ثانیه اندازه بگیریم و سایز عکساتون رو اینجا تغییر بدین که به چه سایزی باشه و تنظیمات توی مد نظر که برای فایل خروجی میخواین انجام بدین میتونین قسمت انجام بدین. ما بدون تغییر دادن داخل این گزینه روی دکمه نکس کلیک میکنیم. اینجا سه تا گزینه هست که میتونین شما فرض کنین روی عکس افکت اعمال بکنین. حالا ما اگه دکمه افکت رو بزنیم میتونیم مثلا با قرار دادن بکراند رو روی عکسمون قرار بدیم. مثلا من این فلاور دو رو انتخاب میکنم و شما میتونین اینجا تغییراتی که مد نظرتون هست رو انجام بدین روی عکس. روی دکمه اوکی کلیک میکنیم. اگه شما فیلتری بخواین روی عکس اعمال بکنین، مثلا فیلتر پیچ، میبینین که اگه حالت برآمدگی داره روی عکس میتونین این فیلتر رو اعمال بکنین. اگر هم که فیلتر خاصی مد نظرتون نباشه و کار خاصی نمیخواین انجام بدین، روی دکمه اوکی کلیک میکنیم. در ادامه روی دکمه نکس کلیک میکنیم و در آخر دکمه فینیش رو میزنیم تا تغییراتی که مد نظرمون بود رو روی عکس اعمال بکنیم. حالا میخوایم این دو عکس رو به هم تبدیل کنیم. اما چطور؟ توسط دکمه زومین روی قسمتی که مد نظرمون هست، مثلا چشم، از چشما میخوایم شروع بکنیم، اونو زوم کرده و توسط دکمه ادات لاین شروع میکنیم به نقطه گذاری و شروع میکنیم به نقطه گذاری. اما قبل از این کار توجه داشته باشین که قسمت لاین مود تیکش رو روشن کنیم. یعنی اینجا به صورت پیشفرض روی این نقطه هست، چون میخوایم هر نقطه که ایجاد میکنیم یه خطی هم برای ما کشیده بشه. اینو انتخاب میکنیم و توسط دکمه ادات شروع میکنیم به نقطه گذاری روی تصویرم. اگه دقت کنین شما همزمانی که دارین این کار انجام میدین، الان من تا این قسمت انجام دادم برای که غیر فعالش کنم، دکمه راست کلیک موستون رو فشار میدین تا این حالت غیر فعال بشه. اگه توجه بکنیم میبینیم که قسمت چپ چشم دختر با موفقیت تونستیم اون نقطه ها رو و خطا رو انجام بدیم، ولی روی چشم ببر همخوانی نداره. پس به چشم ببر باید مراجعه بکنیم و اونو اصلاح بکنیم. اما چطور؟ توسط این دکمه، یعنی دکمه ادیت دات، اینو فعال میکنیم و شروع میکنیم دکمه چشم ببر رو ادیت کردن، نقطه ها رو جایی که مد نظرمون هست انجام میدیم و اونو ویرایش میکنیم. حالا نوبت به مردمک چشم میرسه.
پس شروع میکنیم مردمک چشم رو نقطه گذاری و خط کشی کردن، در نهایت کلیک پاس میکنیم تا این حالت غیر فعال بشه. اما برای چشم بعد میبینیم که اون مردمک چشم خیلی بزرگتر است، پس میایم دکمه ادیدات رو مجددا فشار میدیم و اونو ویرایش میکنیم. پس تا اینجا ما چشم رو نقطه گذاری کردیم. به همین منوال شما باید سایر اعضای دیگه این دو عکس رو نقطه گذاری کنید تا بتونین عملیات تبدیل تدریجی دو عکس به نحو احسن انجام بشه. توسط دکمه پلی میتونیم ببینیم که عکس به راحتی تغییر پیدا میکنه. توجه داشته باشین که نیاز به تجربه و تمرین زیاد هست برای عکس‌های مختلف. پیشنهاد میکنم برای که بهتر آشنا بشین با نحوه نقطه گذاری به مثالهایی که خود نرم افزار گذاشته شده مراجعه بکنیم. مثلا همین مثالی که الان ما انجام دادیم با مراجعه به منوی فایل، اوپن سامپل، مورف و گزینه گر رو انتخاب بکنیم. این پروژه رو من سیو نمی کنم. میبینیم که به همین صورت کاری که من انجام دادم، فقط چشمای اول رو شروع کردیم به نقطه گذاری، چشمای دوم و بینی و لبهای هر دو عکس نقطه گذاری شدن. اگه من دکمه پلی رو بزنم میبینیم که خیلی زیبا هر دو عکس تغییر پیدا میکنه. تا اینجا ما با تغییر تدریجی این دو تصویر با هم آشنا شدیم. اما میخوایم ببینیم که اگه بخوایم ما چند تا عکس رو بخوایم وارد بکنیم به چه صورت باید این کار رو انجام بدیم. پس از منوی فایل گزینه New Project Wizard رو انتخاب میکنیم، مجدداً Create a New Project رو انتخاب میکنیم، Next رو میزنیم و این بار گزینه Sequence Morph رو انتخاب میکنیم، چون میخوایم چند تا عکس رو وارد بکنیم. اینجا میتونین عکساتون رو دونه دونه، مثلا فرض کنم من اینجا دو تا عکس بیشتر ندارم، وارد میکنم. شما ممکنه 3 تا 10 تا توسط این دکمه ها میتونین بالا پایینش بکنیم، مثلا اولویت عکساتون به ترتیب به چه صورت باشه و در نهایت گزینه نکست رو میزنیم. این تنظیم هم همانند مرحله قبلی برای اینکه بتونین شما سایز خود عکس و تعداد فریم فیلم رو تعیین بکنیم، میتونین اینجا رو تعیین بکنیم، تغییر بدین. مجددا بر روی نکست کلیک میزنیم. این هم همانند روش قبل میتونیم افکت و فیلتر بر روی عکسمون اعمال بکنیم که ما بدون تغییر دکمه نکست رو میزنیم و در نهایت فینیش رو میزنیم تا پروژمون ایجاد بشه. خب به همین صورت شما میتونین عکس رو تبدیل بکنین، یعنی عکس اول رو به عکس دوم تبدیل بکنین و عکس های خیلی زیبایی مثلا خاطرات گذشتتون رو مجددا برای خودتون گویا بکنید. ممنون از توجهتون که این فیلم رو با من تا انتها نگاه کردید. اگه سوالی چیزی هم داشتین در رابطه با مقاله میتونین آخر مقاله تو کامنت برای ما بنویسین تا بتونیم به شما جواب بدیم. ممنون از شما.